رئیس جمهوری ایالات متحده در ورود به آنکوریج آلاسکا در نشست محیط زیست نواحی قطب شمال سخنرانی کرد و نسبت به شدت گرفتن تغییرات آب و هوا هشدار داد. Of course we're here today to discuss a challenge that will define the contours of this century more dramatically. ما امروز به اینجا آمده ایم تا در مورد چالشی که این قرن را بیشتر از هر عامل دیگری متمایز می‌کند گفتگو کنیم، یعنی خطر رو به رشد و فوری تغییرات آب و هوا. درک ما از تغییر آب و هوا هر روز بهتر می شود. فعالیت های انسان به شیوه های مختلف شرایط اقلیمی را سریعتر از آنچه قبلا تصور می شد مختل می کند. علم رو به پیشرفت است و ثابت کرده است که این خطر که زمانی دور بود اکنون در اینجا حضور دارد. It proves that this once distant threat is now very much in the present. Inspiring them. فعالان محیط زیست به رغم حمایت از اقدام‌های باراک اوباما در مقابله با تغییرات جوی در مقابل محل برگزاری نشست دست به تظاهرات زدند. این فعالان به تصمیم اخیر دولت که به شرکت نفتی شل اجازه داده فعالیت استخراج نفت از سواحل آلاسکا را گسترش دهد اعتراض دارند. تظاهرات کلمه قدرتمندی است. ما امروز اینجا آمدیم که از رئیس جمهوری برای طرح گسترده مسئله تغییر آب و هوا تشکر کنیم. این آغاز خوبی است ولی کافی نیست. ما نیاز به فعالیت بیشتری داریم. باراک اوباما در دیدار خود از آلاسکا یخنوردی خواهد کرد. با ماهیگیران به گفتگو می نشیند و در بخشی از یک سریال تلویزیونی سرگرم کننده شرکت می کند. آقای اوباما قبل از سفر به آلاسکا تصمیم گرفت بلندترین کوه ایالت را که مانت مک‌کینلی نام گرفته به دنالی نام اولیه و بومی آن تغییر دهد. بومیان آلاسکا همواره این کوه را دنالی یا کوه بزرگ خواندند. از آنجا که مک‌کینلی نام 25مین رئیس جمهوری ایالات متحده است، تصمیم آقای اوباما به تغییر نام کوه انتقاد برخی از قانونگذاران را به دنبال داشت. آقای اوباما اولین رئیس جمهوری ایالات متحده است که در زمان ریاست جمهوری خود به مدار قطب شمال سفر می کند.